تغذیه زالوی طبی دوستانی که از طریق آپارات در کانال نگاه میکنن عبارت زالو رو به شماره تلفن بنده 0935-825-3945 تلگرام کنن. توی آپارات هم گذاشتم شماره تلفنم رو. عبارت زالو رو که تلگرام کنید وارد بزرگترین کانال تلگرامی پرورش زالوی طبی میشین با صدها فیلم آموزشی که از جمله این هست، تغذیه هست، بسترسازی هست، نکات برای پرورش زالو. تو حداقل سیمه شما اگه اونجا رو بگیرین، شما حداقل زیر زمین خودتون دیگه هر شهری، مخصوصا بخصوص کسایی که تو تهران زندگی میکنن، مخصوص شهرهای بزرگن که جای زیاد ندارن، شما با سیم 40 متر علاوه بر اینکه شغل اول داری میتونی شغل دومت هم استفاده کنی، حتی به عنوان شغل اصلی که چندین برابر شغل اصلی میتونه درآمد داشته باشه. امروز داریم زالوی طبی رو آموزش میدیم. این زالوی طبی بهتره که ما یه چیزی گذاشیم زیرش، یه حالت چوب مانند اینو قرار میدیم و زالو تغذیه. این نشونه یک زالو تغذیه موفق. کفاره میبینید کف داره میده انجام میده، نشونه یک زالوی یک تغذیه موفق. نه بعد قوطه بر بشه. ما یک چیزی مثلا شما نگاه کنید چوب بستنی نگاه کن اصلا این دو تا بدیم، یه دو تا رو میذاریم اینجا که با خون، چون عین طرف که یه دفعه تو غذا میفته معده‌اش هنگ میکنه، ما یه دو تا چوب میذاریم، این خون رو میذاریم اینجا قرار میدیم. هر زالو معمولا فرار میکنن میرن زیر این. نگاه کن مثلا این زالو رو میبینی، این زالو بعد بیفته روی این، درسته؟ این زالوها نباید قوطه بر بشه در خون. این چوب بستنی گوشتیم یه فاصله میفته، شما دیگه نیازی نیست کمرت درد بگیره بیاد، اینو میذاری کنار. یکی درست شد، دوباره یه ظرف دیگه، دوباره یه توریه دیگه، درسته؟ الان به خوبی دارم برای خودم تغذیه میکنم. شما هر وقت دارم میان فرار میکنم این کارو به همین شکل منوار خونمونم توی ظرف گالوانیزه گوش از قبل گرمش کردیم، قشنگ مایع است. هپارین نزنیم، روش فیزیکی استفاده کردیم. همین شکل دارن تغذیه میشن. آها اصلا اینا رو بردیم تو تش نباید بمونه زالوها، درسته؟ توی توری باید باشه. قشنگ اینا رو جمع جمع‌آوری می‌کنیم. حالا تمیز کف باید باشه، می‌ذاریم اینجا. داریم زالو تغذیه رو داریم نشون میدیم. بنده قیلابی زاده هستم. کلیه فیلم‌هایی که دارید نگاه کنید اصلا هیچ کسی نیست، تنها خودم، متعلق به هیچ جایی. تمام فیلم ها توسط خود بنده داره توی کانال گذاشته میشه. بعضی وقتا حالا در گذشته این کارو میگه، یک شخصی که میومد کنار ما این کارو انجام میده، مثلا یه اشخاصی بودن به عنوان کمک آمین، نظر بر تایید یا عدم تایید این دوستان نیست. داریم تغذیه انجام میدیم. خب اینو میذاریم اینجا، نگاه کنید نباید باشه اینجا، یک جونه اینجا میذاریم، خونو ور میداریم، میریزیم اینجا، نباید زیاد باشه. اونایی که هپارین شده اول، نه اونایی که مثلا انعقاد شده شما یه توری میذارید که اگه نمیتونید استفاده بذارید توی دور که در ازدار مشکل ساز نباشه، خون باید به شکل مایه باشه. اون ظرف کجاست اون تاش؟ اینجاست. اینو میذاریم اینجا و همیشه قشنگ داره تغذیهشون رو شکل میدن. شروع میکنه به حجم بزرگ شدن، شما متوجه میشین؟ قشنگ داره حجم زیاد دیگه نیست کمرتون بگیریم، اون چوب بستن یه حالت دو تا انجام بدیم، میذاریم کنار، فاصله میفته، شروع میکنه به خون خوردن. حجم خون نباید زیاد باشه، حجم ارتفاع کمی هم باشه کار انجام میشه. این هم ظرف گالوانیزه ماست، بسیار چیزا نصب. حالا اگه ظرف بزرگتر باشه کارمون خیلی راحت تره، دیگه کمتر زالو قرار انجام بشه. امیدوارم که از این کلیپ آموزشی نهایت استفاده رو برده باشه.